هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی در میدان کارزار با رسول خدا بودیم. پدران، پسران، برادران و عموهای خیش را می کشتیم و در خون می آلودیم. این خیشاوند کشی ما را ناخوش نمی نمود، بلکه بر ایمان ما می افزود که در راه راست پا بر جا بودیم و در سختی ها شکیبا و در جهاد با دشمن کوشا. چون خداوند ما را آزمود و صدق ما را مشاهدت فرمود، دشمن ما را خار ساخت و رعیت پیروزی ما را برافراخت، چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق پایدار گرد. به جانم سوگند که اگر رفتار ما همانند شما بود، نه ستون دین بر جا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. خطبه 55 یا در برخی از نهج البلاغه ها خطبه 56 علی ابن ابی طالب. با درود خدمت یکایک که بینندگان گرامی، در روز سه‌شنبه 10 بهمن برابر با 30 ژانویه 18 رجب در خدمت شما هستیم. پیرامون زندگانی علی ابن ابی طالب سخن خواهیم گفت، اما یکی از دهشتناکترین سخنرانی هایی که یک انسان میتواند انجام بدهد رو برای شما خواندیم. جایی که سخن از خیشاوند کشی در راه یک ایدئولوژی یا اعتقاد دینی است. زندگانی علی ابن ابی طالب برای ما بسیار پر اهمیته. حکومتی که امروز بر سر قدرت هست، بسیاری از شیوه های فکری و رفتاری او رو در درون جامعه به کار گرفته. البته خب بسیاری از افرادی که هنوز دل در گروه چنین آیینی دارند، با وارون نمایی در صدد این هستند که تمام رفتارهای جنایتکارانه رژیم رو فقط معطوف به روحانیت بدن، در حالی که این گونه نیست. بازشناسی زندگانی علی علل خصوص ابعاد سیاسی او به ما نشان می‌دهد که در درون این ایدئولوژی یک امام، یک خلیفه و یک رهبر با دیگران چگونه برخورد می‌کنه. به همین دلیل همانطور که وعده داده بودیم در بازشناسی باورها، با توجه به 13 رجب روز تولد علی ابن ابی طالب تا 21 ماه رمضان که زمان مرگ اوست، زندگی او رو بنابر اسناد و مدارک موجود و کتبی که در این زمینه هست به بحث بنشستیم. امیدواریم این بازشناسی بتواند اندکی باورهای جامعه ما رو که حالا عرض خواهم کرد چگونه شکل گرفته تغییر بده. لزوم شناخت چون این شخصیت هایی بسیار پر اهمیته. در درون ایدئولوژی ها و گفتمان ها، ایدئولوگ ها سعی می کنند افرادی رو بر بکشند در قالب اسطوره ها، اساطیر، افسانه ها، پهلوانان، جنگاوران، رهبران و به عنوان نمادی برای جامعه معرفی بکنند. یکی نماد رحمت، یکی نماد شقاوت، دیگری نماد ظلم، یکی نماد رحمت. بنابراین طبیعی است که شناخت واقعی این شخصیت‌های تاریخی اهمیت داره. اگر روزگاری علی شریعتی‌ها از دل فاطمه، حسین، بوذر غفاری، عمار یاسر و علی ابن ابی طالب قصه ها می پرداختن و جوانان چه بسا دانشگاهی ما هم فریب این شخصیت‌ها رو خورده بودن و اون شخصیت‌های
تعریف شده در درون یک ایدئولوژی رو باور کردن که هیچ نسبتی با منابع تاریخی نداره، امروز وظیفه ماست که هر شخصیتی رو که در جایگاهی رفیع می نشانند مورد آزمون قرار بدیم. اگر از اون آزمون، از اون نگاه سربلند بیرون آمد، می پذیریم. ما اگر با یک آگاهی کاذب و تبلیغات ناسحیح برخی از شخصیت‌های نامناسب تاریخی رو برای ما برجسته کنن، آن وقت نسلی فریب خورده خواهیم بود. همین دلیل اهمیت داره که نسل امروز ایران، جوانان ایران، هر زمان، هر ایدئولوژی، از هر شخصیت تاریخی، ادبی، فرهنگی، عقیدتی، دینی، برای ما الگو ساخت زندگی او رو مورد بازبینی قرار بدیم. آیا واقعا اون شخص دارای چنین سجایایی هست؟ دارای چنین خصائلی هست؟ یا خیر؟ افرادی رو برای ما برمی‌کشن که دارای جایگاه نیستن. برای ما نمادسازی‌هایی می‌کنن که هیچ نسبت و موضوعیتی با ما نداره. آثار مخرب این مسئله رو دهه‌ها قبل از انقلاب سال 57 دیدیم. روشن فکران، یا بهتر بگم نخبگانی که سعی میکردن از دل شخصیت هایی که افکارشون و رفتارشون هیچ گونه مناسبتی با جامعه ما نداشت، ارزش های امروزی وصل کنن و بعد هم بگویند ما به دنبال چنان زندگی هستیم. ما آنچه که به ما تحویل دادن همان علی است که در کتاب های تاریخی آمده. یعنی یک علی ساخته شده، پرداخته شده، آرایش شده، پالایش شده در درون افکار ایدئولوژیک، ما باور کردیم، در اون دام افتادیم و بعد علی رو اجرا کردن که در کتابهای تاریخی بود. حالا اوصاف اون رو به مرور زمان در این جلسات خواهیم دید. بنابراین برنامه های خودمون رو در دو بود، یکی مسئله انقلاب ها و دیگری زندگانی علی ابن ابی طالب با تمرکز بر دوران خلافت او پی خواهیم گرفت. خب نخست به یه مسئله بپردازم به عنوان مقدمه، و آن این که ما وقتی در مورد منابع تاریخی بحث میکنیم چگونه از اونها استفاده میکنیم. یعنی در یک پژوهش تاریخی با توجه به اینکه خب در مورد تاریخی داریم صحبت میکنیم که نزد ما وجود نداره، مربوط به 1400 سال قبله، بسیاری از شخصیت ها و وقایع در قالب داستان پردازی ها دارای حشو و زوائد شده، چیکار میتونیم بکنیم در مورد اونها؟ آیا هر کتاب تاریخی رو قبول میکنیم طابق و نعل به نعل، یا نه باید با یک نگاه پژوهشگرانه به این مسئله نگاه؟ بنابراین ابزاری رو که من حداقل خودم به کار میگیرم اینجا خدمت عزیزان ارائه میکنم، شاید برای اونها هم به کار بیاید. اولین مسئله این است که در خیلی مطالبی که در کتاب ها آمده به روایت های متکی خواهیم بود که با عقل همخوانی داره. یعنی چه بسا روایت هایی وجود داره از قول افرادی که در زمینه تاریخ نگاری شخصیت های برجسته هستن، اما مغایر عقل. شما دیدید در بسیار از این کتاب های تاریخی انواع و اقسام این مطالب غیر عقلانی آمده. خورشید به خاطر علی بازگشت. چرا؟ چون ایشان نماز نخوانده بود، وقت نماز طی شد، به امر او خورشید به جایگاهی برگشت که ایشون بتونه نماز قضا شده خودش رو ادا بود. خب میدونیم چون این چیزی با عقل همخوان نیست، نشدنی است. بسیاری از قوانین طبیعت باید به هم بخوره، چرخش زمین وارونه بشه تا در موقعیتی قرار بگیره که قبل از آن ساعت سپری شده باشه. و خب چون این چیزی برای اینکه یک انسانی نماز خودش رو نخوانده شدنی نیست و نشده. یا صحبت کردن آن جناب با ماهی های دریا، یا انبا و اقسام این خرافات. خب اینها با عقل همخوان نیست، بنابراین طبیعی است که اونها رو نمیپذیریم. اما چرا مورخ آنها رو آورده؟ به این دلیل که نگاه مورخ یک نگاه مؤمنانه هم هست. یعنی او هم سعی میکنه داستانهایی که پیرامونش نقل شده رو ذکر بکنه،
ما مسائل طبیعی نزد او مفقود بوده. به مرور زمان هست که علم برای ما روشن کرده که وضعیت زمین، خورشید، ماه، پدیده ها چگونه هستند و این علوم در دسترس آن زمان نبوده. لذا آن شخص هم اینا رو باور میکرده. آقای عبدالکریم سروش اشاره میکنه که این منتقدان اسلام که از دل این روایت های تاریخی انواع رفتارهای نامناسب پیامبر رو میآورند، چرا نقل هایی در باب معجزات او هم که مثلا طبری آورده نمی آورن؟ به این دلیل که آقای سروش اشراف نداره به امر پژوهش در تاریخ. آن نقل هایی که افراد می آورن نقل هایی است که در عالم انسانی رخ میده. مثلا شما انسان های زیادی رو دارید که دست به کشتار زدن. اگر نقلی در تاریخ آمده که سلیمانی 1000 نفر رو گردن زده، چیز عجیبی نیست. بله، انسان ها می توانند برای افکار و ایدئولوژی یا سیاست انسان های زیادی رو بکشن. ما اگر یک نفر در کتابی آورده که به خاطر سلیمانی امیری خورشید و ماه به زمین آمدند و با ایشان سخن گفت، این یک امریست نامعمول، نشدنی، خلاف عقل، خلاف تجربه بشری. طبیعیست اینها خرافات. یک نفر به خاطر علاقه مفرط و مؤمنانه ای که به سلیمانی داشت اینو ذکر دیگه، ساده و قابل فهم. بنابراین سخن آقای عبدالکریم سروش از اینجا فاقد وجاهته که ایشان یک امر تجربی انسانی رو با یک امر نامعمول که ناتجربه هست خلط میکنه و میگه نه خیر، اگه اینو قبول کردی اونو قبول کن. نه خیر، ما اون رو صادق میدانیم، قابل تبیین میدانیم، چون در زندگی معمول انسان ها رخ میده. اما چیزی که در زندگی معمول انسان ها رخ نمیده برخلاف عقله، طبیعی است که شما به راحتی رو کنار بذارید. بحثی است در رابطه با استنتاج از راه بهترین تبیین. مشام به دینداری این عزیزان نمیتونه این رو بپذیره. بنابراین وقوع معجزات امری است خلاف عادت، تو مغایر عقل نمیپذیری. اما تعدد زوجات پیامبر خب یک امر معمولی است در بسیار جوامع رخ داده، طبیعیست اونو بپذیریم. این نکته اول که عقل معیار همه چیز. پس اگر ما در تاریخ اسلام به مواردی اشاره میکنیم، به مواردی رو ذکر نمی کنیم، به این خاطر است که اون بخش ها خلاف عقله. یعنی عده‌ای سعی میکنن بگن آقا شما این حرفی که میزنید یعنی این که علی معصوم نبود. نه خیر، چون اسمت خلاف عقل. موارد تاریخی هم نشان میده که ایشان در زندگی خودش خطا کرده، خودش هم پذیرفته که خطا کرده. خب کدوم رو بپذیریم؟ انسان خطاکار خلاف عقل نیست. همه انسان ها خطاکار، یکی کم یکی بیش. اما انسانی که هیچ وقت خطا نکنه یک امر نامعمولی است، نیاز به اثبات داره. پس وقتی منابع تاریخی نشان میدن که یک شخصیت تاریخی مثل علی ابن ابی طالب نسبت به گناه خودش، اشتباه خودش پوزش خواسته یا از خدای خودش استغفار کرده، توبه کرده، این امر در عالم انسانی هم معموله، میتونه راحت پذیرفت. ما کسی که میآید و میگوید نخیر ایشون معصومه، خطا نمیکنه، گناه نمیکنه، اشتباه نمیکنه، اولا با منابع تاریخی هم خوان نیست، دوم من خلاف آمد عقله. بنابراین طبیعی است که ما این نقل ها رو اعتنا نمی کنیم، کنار می سریم. دومین ویژگی که ما در پژوهش های تاریخی به اون نگاه می کنیم منابع متقدم هم. یعنی رجوع می کنیم به اسنادی که نزدیک به زمان واقعه هست. اونها در مورد این پدیده چه نوشتن؟ چون کسانی که متأخر هستن طبیعی است که اون علوم رو باید از متقدمین گرفته باشن، وگرنه وقتی دوران متعددی گذشته چطور شما به اون اسناد دسترسی دارید؟ بنابراین طبیعی است که اسناد متقدم به دلیل دسترسی به شخصیت‌های زمان واقعه، یک، دو، حال و هوای آن زمان که هنوز دگرگون نشده، دو، و سوم این که به عنوان نقل های دست اول مورد پذیرش ما باشن.
ما نقل های متأخر ممکنه دستخوش حوادث شده. شما فرض کنید آثاری از آقای مطهری برای ما بخوانند، اول سوال این است که مطهری 1400 سال بعد از حسین وقتی میخواد کتابی رو بنویسه، حماسه مثلا حسینی، از کجا گرفته این رو؟ ایشان که خودش اونجا نبوده، به افراد درجه دو سه هم دسترسی نداشته که اینها رو بفهمه، از کجا آورده؟ دومین مسئله این که خب ایشون داره در زمان الان اینو مینویسه، طبیعی است از زمان حسین تا به امروز بسیاری از ارزش‌های اجتماعی دگرگون شده، طبیعیه که ایشون دست ببره. یعنی اگر جایی دزدی، سرقت، غارت، کشتار انجام شده ایشون لاپوشانی بکنه، چون اونا زشتن، امروز قابل پذیرش نیست. اگر جایی به بردهداری یا فروش بردگان اشاره شده ایشون پاک کنه، چون مناسب نیست که من به امام خودم به عنوان یک شخصی که برده داره، برده میفروشه و چیزهای دیگر اشاره بکنم. طبیعیه که اینها برای ما منابع تاریخی نیستن، چون غبار زمان و بسیاری از مسائل دیگر بر روی آن نشسته و نمیتوانیم به اون متکی باشیم مگر با منابع متقدم همخوانی داشته باشیم. سومین مسئله اجماع مورخانه. یعنی شما وقتی یک واقعه تاریخی رو نگاه میکنید، 10 کتاب جلوی خودتون میذارید، میبینید تقریبا همه در محتوای چیزی رو میگن. حالا ممکنه یکی روایت رو در 2 خط آورده، یکی در 10 خط، ما محتواش یکیست. وقتی اجماع مورخان در اون زمینه هست، خب شما اون رو باید اولویت بدید تا نظر یک مورخ رو، چون عجیبه که مورخان متعددی در مورد یه واقعی یه مطلب می نویسن از نظر محتوایی، عرض کردم ممکنه شکلش متفاوت باشه، یکی در 1 سطر آورده، دیگری در 2 صفحه، اما محتوا یکیست. اما یک مورخ دیگر مطلبی می نویسه کامل خلاف آمد این یکی، در تضاده. خب ما مقبول و مشروع این است که شما به اون اجماع مورخان نگاه بکنید، نه به این شخصی که خب طبیعی است ممکنه دچار خطا شده باشه. اما خطای مورخان بزرگ، اون هم به شکل همگانی، یک امری است خلاف آمد. چهارمین مسئله تخصصی بودن تواریخه. یعنی جایی که شما مورخانی رو دارید که به جنبه‌های از زندگی این افراد بشه که تخصصی نگاه کردن. به چه معنا؟ در تاریخ اسلام شما مورخانی رو دارید که به شکل تکنگاری مواردی که در تاریخ اسلام بوده رو نوشتن. مثلا جنگ جمل بوده، محمد ابن عمر واقدی آمده اخبار جمل رو نوشت. یا مثلا در جنگ صفین، نصر ابن مزاحم منقری کتابی داره وقعت صفین که به شرح واقعه صفین. یا برخی از افراد مثل همین واقدی در یک بعد دیگری باز هم نگاه تخصصی دارن، مثلا کتاب مغازی در مورد جنگ ها و غزوات پیامبر اسلام نوشته. خب طبیعیه این کتاب های تخصصی برای ما در اولویت هم. یعنی اگر من میخوام به جنگ صفین، جمل، نهروان و اینها نگاه بکنم، باید برگردم به این کتاب های تخصصی. چرا؟ چون اونها با شرح و بست بیشتری این مسئله رو نوشتن و در نتیجه ابعاد مختلفی از اون جنگ برای من روشن میشه، در حالی که در کتاب های تاریخ عمومی گاهی شما میبینید مسائل در 1-2 سطر تمام میشه دیگه، شرح و بست اون واقعه نیست. واقعه کربلا رو میخواد یادداشت کنید، بله طبیعی است که باید برید مقتل الحسین مثلا ابو مخنف رو بخونید که بخشایی از اون در تاریخ طبری آمده. چرا؟ چون او به منابع دسترسی داشته، به جزئیات تمرکز کرده و اونا رو یاد داشته. پس اهمیت داره که ما به مسائل تاریخ تخصصی به شکل ویژه‌ای به خصوص در مورد وقایعی که داره رخ میده توجه کنیم. دیگر مورد این که وقایع تاریخی رو در درون بستر اجتماعی آن زمان تطبیق بدیم. یعنی فرض کنید شما آثاری دارید
یک کتابی است وقتی زندگی علی رو داره برای ما تشریح میکنه، نحوه زندگی او، نوع برخورد او، افراد پیرامون او، همه اونها یک سبک خاصی از زندگی دارن که شبیه به همه و در اون بستر قابل فهمه. اما ناگهان یک کتاب تاریخی میبینید که علی ابن ابی طالب گویی با کسانی هش رو نش داره که اصلا در اون محیط نیستن. به عنوان مثال عرض کنم، شما گاهی پرسش و پاسخهایی در کتابهای تاریخی میبینید که مثلا از پیامبر اسلام سوال میکنن. فرض میگم آقا در شکم شتر من نره یا ماده؟ محمد به او جواب میده مثلا من نمیدانم. یا مثلا میگه فردا روزی من چه میشه، فرزند من به کی میره، به من میره یا به همسرم؟ و او هم یک سری سوالات ساده و پرسش های ساده رد و بدل. خب این برای شما قابل فهمه، چون عرب زمان محمد در آن محیط حجاز همین پرسش های روزمره رو میپرسید. باران کی میاد، نمیدونم آب ما چرا اینطوریه، زمین چرا اینجوریه، همین چیزای ساده. اما اگر ناگهان دیدید در یک کتابی پرسش های فلسفی مطرح میشه و این آقا هم داره به شکل فلسفی پاسخ میده، بدونید این جعلی است. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا مردم آن زمان در این فضا نبودن که این پرسش ها رو مطرح کنن. گاهی این پرسش و پاسخ ها در مورد علی هم هست. یعنی شما وقتی برخی از این شیعیان رو نگاه میکنید میگه ببینید مولای ما چقدر ذهن فلسفی داشته، طرف مثلا سوال پرسیده ایشون چقدر دقیق جواب داده. نه، چون این چیزی نشدنی است. اینها رو بعدها متکلمان شیعه، مفسران و گروه های دیگر ملحق کردن به علی ابن ابی طالب، گفتن آقا این خطبه است که علی خواند، این نامه است که علی نوشته، در حالی که این رو مثلا فیلسوفان یونانی و رواقیون و اندیشه های دیگر بودن نوشتن. یه دی آمدن و این رو به علی نسبت دادن، یه چیز خوبی است، گفتن خب اینو وصل میکنیم به امام خودمون، امام خوبی ها، بنابراین میگیم علی هم چون این ذهن فلسفی داشته، در حالی که علی ابن ابی طالب و کجا و فلسفه کجا، مثلا در اون زمان کتابای فلسفی وجود نداشت که علی بخواد بخونه. اینا رو عرض میکنم که اگر کتابی رو جلوی شما قرار دادن و مطالعه میکنید یادتون باشه بسیاری از این خطبه ها الحاقات و اضافاتی است که مثلا در کنار علی ابن ابی طالب گذاشتن. چون میدانیم علی ابن ابی طالب سال 40 هجری کشته شد، زمانی که اسلام شروع کرد نهضت ترجمه رو از زمان هارون و رشید و مأمون و دیگران، حتی در دوران امویان هم اندکی بود، آرام آرام آراء فلسفی وارد اندیشه‌های متکلمان شد و اونها سعی کردن از اینا استفاده بکنن. بعد دیدن چه کلام حکیمانه است، گفتن خب چه بکنیم، نمیتونیم بگیم اینو افلاطون گفته، ارسطو گفته، اورلیوس گفته، کنفوسیوس گفته، بگیم علی ابن ابی طالب هم همینو گفته. بنابراین آوردن این چیزی هم اضافه کردن و ما فکر کردیم به بچه آدمی با این حجم از دانش. نه خیر، از فضای فکری علی در اون زمان نیست. این پرسش و پاسخ ها که غالبا هم در باب خدا و مسائلی از این دست هست در حد علی نیست. مثلا به قرآن نگاه بکن، مثلا برای اثبات خدا چه می آورن؟ کیفیت خلقت شطور و قسم به زیتون و این چیز هست. هیچ اندیشه فلسفی مثلا شما در قرآن نمی بینید، چون با اون محیط متناسبه، سازگاره، کودکانه است پرسش ها و پاسخ ها. ما در یک محیط فلسفی مثل یونان داستان متفاوت. بنابراین آثاری که شما میبینید در درون اون تناسبی با زیست علمی، فرهنگی و اجتماعی اون زمان نداره، اینا جز الحاقات و طبیعیه که ما اینا رو کنار بذاریم، بهش توجه نکنیم. دیگر موضوع مطابقت با خود شخصه، یعنی شخصی که در درون یک تفکر رشد میکنه، بالیده میشه، جدای از اون تفکر نیست. یعنی اگر دیدید علی ابن ابی طالب در یک کتابی برده فروشی کرده، که ما در نهج البلاغه هم اینو داریم، در داستان مسقلت ابن حبیره شیبانی که بعدا خواهیم خواند،
ایشان برده فروخت. ما در یک کتاب دیگری داریم که میگه نه خیر، علی دستور داد که هیچ کس حق ندارد برده بگیرد. خب کدوم درسته؟ طبیعی است که آن چیزی درسته که منطبق با ایدئولوژی علی است، منطبق با دین علی است. بنابراین چون در دین اسلام بردهداری مجاز است، پس منع بردهداری رو ما نمیتونیم بپذیریم، چون علی انسانی بوده در خدمت اون ایدئولوژی. اگر کسی آمد و گفت علی ابن ابی طالب مدافع حقوق بشر بود، ما میدانیم حقوق بشر در اسلام معنا نداره. در اسلام حقوق اسلامی معنا داره. عدل، عدل اسلامی است. آزادی، آزادی اسلامی است. یعنی آزادی که اسلام اون رو ارائه میکنه. عدالتی که اسلام اون رو اشاره میده. الله یأمر بالعدل، خداست که به عدل فرمان میده. خب بخشی از این عدل چیه؟ اینکه زنان تحت قیمومیت مردان، این عدل. میراث پسر دو برابر دختره، آیات 11 تا 14 نساء. این عدل خداست، میگه پسر دو برابر دختر. خب حالا شما یک متنی دارید که علی هم همین فرمان رو داده، اما یه ایدئولوگ دیگری در روزگار کنونی میاد میگه نه خیر، علی آمده و گفته زن و مرد، دختر و پسر هیچ فرقی با هم ندارن. خب طبیعیه این نقل دوم غلطه، چون علی در درون یک ساختار فکری خاص خودش زندگی میکرده که اون ایدئولوژیست. حالا من نمونهایی از اون رو خواهم خواند. یکی از اونها رو خواندم، خطبه ای که میگفت برادران خودمون رو، پسر عموهای خودمون، عموهای خودمون رو میکشتیم چون بر ایمانمان میافسود. یعنی نگاه ایدئولوژیک رو شما ببینید تا چند اندازه است که یک انسانی برای اون ایدئولوژی، برای اون دین که در خدمتشه، برادر خودش رو هم میکشه، پسر عموی خودش رو هم میکشه. پس او دیگه نمیتونه نسبتی با حقوق بشر داشته باشه، نسبتی با ارزش‌های امروز داشته باشه. این نقل‌هایی که بعدها متفکران اسلامی آوردن که منطبق کنن اسلام و شخصیت‌های اسلامی رو با جهان مدرن، یک ریاکاری است، یک رفتار شیادانه است، چون منطبق با زیست ایدئولوژی که اون افراد نیست. شما نمیتونید استالین و لنین و اینها رو تبدیلشون بکنید به افرادی که به نظام سرمایه‌داری باور دارن. نه، اون خدمتگزاران اون ایدئولوژی هست. محمد هم خدمتگزار ایدئولوژی خودشه. ایدئولوژی او تفاوت بین مسلم و کافر، بین مرد و زن. امروز در پرتو آزادی های مدرن و حقوق بشر هست که تفاوتی نمیکنه بین مسلم و مشرک، همه برابرن. ما کسی که میخواد پرده بپوشونه، این زشتی ها رو زیر قالی و فرش کنه، میگه نه خیر، محمد هم طبقه یک روایتی ایشان هم گفت برید حقوق بشر رو اجرا بکنید. نه خیر، اینا الحاقی است. نکته دیگر این که به کتاب‌های فرقه‌ای کمترین توجه باید بشه. کتاب فرقه‌ای به این معناست که گروهی سعی می‌کنن برای یک فرقه خاصی که غالبا هم از یک شخص شروع میشه، یا یک حکمی یا یک نگاهی شروع بکنن و کتاب‌های مختص خودشون رو بنویسن. مثلا جنگ نهروان حاصل یک اختلافی است در جریان حکمیت. خب یک گروهی جدا شدن، طبیعی که اونها برای خودشون فرقه می سازن، نگاه و دستورات شرعی می نویسن، دلیل جدایی خودشون رو از اون بدنه اصلی ذکر می کنن، و در واقع اینا میشه کتابای فرقه ای. شیعه هم در ابتدا یک فرقه بود، ابتدا یک فرقه محبتی بود، عده‌ای که به علی علاقمند بودن، بعدن تبدیل شد به فرقه سیاسی که بعد از قتل عثمان عده‌ای دور علی جمع شدن، او رو به کوفه بردن، بعد تبدیل شدن به فرقه اعتقادی که از زمان محمد باقر و جعفر صادق شکل گرفت، و بعد تبدیل شدن به یک
فرقه سیاسی، اجتماعی و اعتقادی که در زمان صفویه این گونه شد و تا امروز شما این سیر تحول رو دارید میبینید. یعنی از روز اولی که افرادی بعد از مرگ محمد مثل ابوذر، مثل عمار، مثل سلمان، مثل مقداد آمدن به نزد علی و به او علاقه نشان دادن که ما به اینها میگیم شیعه محبتی، تا زمانی که تبدیل شده به امروز که صاحب ساختاری و دستگاهی و تاریخی و کتاب‌های تفسیری و اعتقادی خاصی است، یک سیر 1400 ساله است. گونه همینه که علی که امروز شما میشناسید رابطش با عمر ابن خطاب خیلی خیلی دشمنانه است. اما علی که در صدر اسلام میبینید رابطش با عمر دشمنانه نیست. کمان که دختر خودش ام کلثوم رو میده به عمر. یعنی عمر داماد اوست. با عمر مشورت میکنه در حمله به ایران، در جاهای دیگه که حالا ما اینا رو خواهیم خواند. هرچند اختلافات هم دارن، طبیعی دوتا برادر هم با هم اختلاف دارن. محمد هم با عباس اختلاف داشت، با علی اختلاف داشت. این اختلافات طبیعی، اما دشمن نبودن. اما کتاب های فرقه ای از اینا دشمن میسازه. چرا؟ چون میخواد از اون بدنه اصلی اسلام خودش رو جدا بکنه. بنابراین باید عمر رو جنایتکار نشان بده که به پهلوی فاطمه لگد زدی، محسنی رو که به دنیا نیامده سقط کرده. باید نگاه بکنه که ابوبکری قاصه به حق خلافته. خب این کتاب ها طبیعی است که نمیشه محل تأمل باشه، چون پر از نگاه های اعتقادی که تمام موانع در واقع مطالعه پژوهشگرانه در اون وجود داره. شما از دل این همه روایت خیلی دشواره که بتونید روایت هایی پیدا بکنید که در کتاب های دیگر هم آمده. در اینجا دو تا مؤلفه رو من معرفی کنم، یکی ادعا، یکی اقرار. ادعا یعنی اخباری به نفع من به ضرر دیگری. یعنی فرضاً من میگم از آقای الف 100 تومن طلبکارم، یعنی به نفع من به ضرر دیگری. ما بهش میگیم ادعا. ادعا رو نمیپذیریم تا زمانی که ثابت بشه. به همین دلیل اگر در کتاب‌های تاریخی فرقه ای ادعایی مطرح شده، این ادعا باید توسط منابع دیگر تایید بشه. مثلا شما کتاب شیعیان رو میخونید، در مورد علی ادعا شده که علی چنین کرده و چنان کرده، اما کتاب‌های دیگر اینو ننوشتن. طبیعی که ما به این ادعا ترتیب اثر نمیدیم. اما گاهی اقرار صورت میگیره. اقرار اخباری است به ضرر من به نفع دیگری. یعنی من میگم من 100 تومن به آقای الف بدهکارم، نه طلبکار. در اینجا چون میگیم اغلا هیچگاه بر علیه خودشون اقرار نمی کنن، پس این رو حمل بر درستی میکنیم. یعنی هیچ آدم عاقلی که نمیاد به ضرر خودش حرف بزنه مگر اینکه درست باشه. من اگر 100 تومن به اون آقا بدهکار نیستم که نمیام بگم 100 تومن بدهکارم. ما وقتی میگم بدهکارم این رو حمل بر صحت میکنیم. پس دقت بفرمایید، در کتاب‌های فرقه‌ای گاهی مسئله اقراره که ما اونها رو ذکر خواهیم کرد، اما گاهی مسئله ادعاست. زمانی میتونیم به اون استناد بکنیم که این ادعا با کتب دیگر همخوان باشه. یعنی ببینیم بله کتاب دیگر هم این رو آورد. خب این نگاهی است که ما نسبت به کتاب‌های تاریخی خواهیم داشت. خواستم این رو عرض کنم که در طول مباحث متوجه باشیم که وقتی استناد میکنیم به یک کتاب از چه زاویه و از چه دریچه است. مثال دیگر این که جدای از شناخت کتاب‌ها، شناختن خود اشخاص هم نیازمند زمینه فکری درستی است. یکی دو نمونهش عرض کردم. شما فرض کنید میخواید علی ابن ابی طالب رو بشناسید، باید یادتون باشه این علی ابن ابی طالب یک شخصیتی است در درون یک ایدئولوژی. شما میخواید سید علی خامنه‌ای رو بشناسید، باید بدونید او در درون یک ایدئولوژی فهم میشه. وقتی میخواد رفتار خودتون رو با او متناسب کنید یا رفتار او رو بسنجید، نمیتونید جدای از تفکرات ایدئولوژیکش نگاه بکنید. مثلا ما ایرانیان یه فرهنگ خاصی داریم دیگه، تقریبا شبیه به همین.
ممکن افراد دیگری یک فرهنگ خاص دیگری رو دارن، وقتی همدیگر رو میبینن یه جور دیگری به هم ابراز محبت بکنن، یا نحوه محبت دیگران برای ما چندان جالب نباشه، اعیادشون، جشنهاشون، نحوه معاملات و متقابلاتشون همشون ممکنه با هم متفاوت باشه. پس وقتی راجع به علی داریم صحبت میکنیم، فراموش نکنیم فکر و عمل این انسان در درون یک چارچوب خاص معنا داره. چرا من اینو عرض میکنم؟ ببینید، ما بارها با این مسئله مواجهیم که علی ایرانیان رو دوست داشت. ما هر کجا جستجو میکنیم ببینیم این شخص که این خطبه ای که من خواندم نگاه میکنه میگه من برای اسلام عموی خودم رو کشتم، پسر عموهای خودم رو کشتم، بعد چگونه با ما ایرانیان دوستی داشته؟ موزیک نیست؟ این فریب رو نمیخوریم؟ روحانیت و ایدئولوکای شیعه چه کردن با ما؟ گفتن ما ایرانیان به این دلیل علی رو دوست داریم که علی هم ما رو دوست داشت، خیلی به ما محبت داشت، هم او هم اولادش. به چه نسبتی، به چه دلیلی ایشون که پسرعموی خودش رو که خیلی هم نزدیکتر از ایرانیان به خودش بوده کشته در جنگ بدر، در جنگ احد؟ حالا اینا رو میخونیم به مرور. نسبت به ما ایرانیان ترحم داشته، دوستی داشته، خب متوجه میشیم که اینا دروغه. میخوان یک انسانی که در درون یک ایدئولوژی هم فکر خودش و هم عمل خودش رو سر و شکل میده از اونجا خارج بکنن و با دادن یک آگاهی کاذب به من ایرانی بگن که بفهم ما چون شیعه، ما شیعه شدیم چون علی ما رو دوست داشت، محبت ما ایرانیان در دل او بوده و همینطور محبت او و اولادش در دل ما ایرانیان. این دروغهایی که ایدئولوژی شیعه میگه. در درون تفکر افرادی مثل علی ابن ابی طالب، اخلاق ایدئولوژیک یا دینی بر تمام مناسبات اجتماعیش حاکمه. در فتح مکه او زمانی که آمد وارد خانه خواهر خودش ام هانی شد که حویرت ابن ابی وهب که شوهر خواهرش بود و بکشه. ام هانی مانع شد، ولی محکم به سینه او ضربه زد و ام هانی او رو گرفت، شوهر او و دیگری فرار کردن. رفت به نزد محمد گفت آقا ایشون اومده شوهر منو بکشه. به عنوان این که مشرک کافره بر علیه پیامبر شعر گفت. محمد هم برگشت گفت هر کسی رو ام هانی پناه داد منم پناه دادم. کسی که حاضر شوهر خواهر خودشو بکشه به خاطر بحث اسلام و کفر، بعد اون وقت به ما ایرانیان که از منظر اینا کافر هستن، حالا کافر کتابی فرق نمی کنه، کافر ذمی، رحم کنه، انصاف داشته باشه. بسیار اهمیت داره که شخصیت هایی که در درون یک عقیده یا ایدئولوژی معنا پیدا می کنن رو همون گونه بفهمید. سال 57 خمینی رو نفهمیدن. چرا؟ چون برای خمینی مناسباتش اسلامه، نه شهروندی، نه ایرانی بودن، نه ملی بودن، نه انسان بودن. خمینی که اینا رو نمیفهمه، او انسان رو در درون ایدئولوژی میفهمه. رساله خمینی رو بخونید، میگه بچه یک مشرکم نجسه، یه بچه کوچک 3 ماهه 4 ماهه 5 ماهه به دنیا میاد، چون باباش اعتقاد به الله نداره، بچه خردسال و نوزاد او هم نجسه. این تفکر ایناست، این تفکر این جماعت. وقتی فهم نکنی خمینی در درون کدوم ایدئولوژی آدم میکشه، میبخشه، ابزار و طرحاش چیه، به کشورها چگونه نگاه میکنه، فریب میخوری، فکر میکنی دنبال یه انسان را افتادی، دنبال شهروند را افتادی، در حالی که این گونه نیست. اون نگاهش اسلامیه، او ایران رو غنیمت میدونه، میگه آقا ما فتح کردیم ایران رو. من از مکارم شیرازی بعدا خواهم خوان،
که غنایمی که از ایران به مدینه میرفت، علی میگفت بابا سهم من بیشتر از ایناست. بعد مکارم شیرازی اشاره میکنه که بله، تمام اینها به همت پیامبر اسلامه و سهم علی به عنوان نخستین جهادگران و نزدیک بودن به پیامبر اسلام به دلیل هم سببی و هم نسبی همش مال اونه. کسی که مولای او علی است، فکر کردید ایران رو غنیمت نمیبینه؟ کسی که مردم رو در درون ایدئولوژی فهم میکنه، فکر کردید دیگه خب اینا شهروندن، این بهایی ها شهروندان ما هستن، این یهودیان دوستان ما هستن؟ نه خیر، همون گونه که مولا گردن میزد ایشون گردن میزد. حالا ما میخونیم اینها رو، از خودمون نمیخونیم حرف بزن. فقط خواستم نشان بدم که علی به این تبلیغات رو نخورید. ما سالهاست با این روحانیت در حال بحث و جدلیم. چرا؟ برای اینکه این جنبه های مغالطاتی اینها رو مشخص کنیم. از خادمان ایدئولوژی برای ما انسان های بروز نرسانند. فهم ایدئولوژی که اینها برای ما بسیار اهمیت داره که علی این گونه بوده. خب حالا این انسانی که در درون ایدئولوژی است، میبینید ایدئولوژی او به عقاید و اندیشه ها و ارزش های دیگران که ارزشی قائل نیست، از اونا رو حذف میکنه. پس طبیعی است که علی در جنگ با ایرانیان شرکت بکنه، چون ایدئولوژیش بهش گفته برو با کافران بجنگ. حالا این جنگ نه به این معنا که حضوراً بیاد، نه، بله، عمرم به ایران نیامد، در مدینه ماند. ما فرمانده جنگه، جنگ رو مشروعیت میده. باز همین رو خواهیم خواند از کتابهای مختلف که در شورای جنگ عمر علی هم وجود داره. اتفاقا مشوق حمله به ایران و جاهای دیگه علی است. این رو از مورخان شیعه خواهیم خواند، از ابن عصم کوفی در کتاب الفتوح و افراد دیگر که حالا به مرور زمان عرض خواهیم کرد. پس وقتی این شخص خدمتگزار ایدئولوژی است و ایدئولوژی او هم عقاید و اندیشه ها و سبک زندگی دیگران رو به رسمیت نمیشناسه، شما فکر نکنید با اون اندیشه ها موافقه. مثلا میگه خب حالا ایرانیان اگر زرتشتی هستن، اگر چنان زندگی میکنن، اشکالی نداره، بذارید کار خودشون رو بکنن. نه، چون این نیست. چون ایدئولوژی بود دستور داده که باید این کفر و شرک محو بشه، از بین بره، فتنه از جهان برداشته بشه. وقتی پیامبر اسلام میاد میگه عمر تو ان قاتل الناس، یعنی من آمدم که مردم رو بکشم مگر اینکه شهادتین بگن، نماز به پا دارن، زکات بدن. این اصل پیامبر اسلام دیگه، هم آیه 5 سوره توبه آورده، هم روایت های متعددی که در کتاب های روایی هست. پیامبر اسلام اومده میگه من اومدم ناس، یعنی مردم رو بکشم، مگر اینکه شهادتین بگن. بعد علی مخالف او عمل میکنه. علی میگه نه خیر، مردم آزادن حتی اگه نماز نخوانن، حتی اگه زکات ندن. و این فریبکاری است و این جایی است که دی سعی میکنن انسانهایی رو برای ما از جایگاه ایدئولوژیک در بیارن و مثل خودمون نشون بدن. ویژگی دیگر انسان ایدئولوژیک حق پنداری خودش و باطل پنداری دیگران. یعنی نه تنها میگه اون ارزش ها رو بذارید کنار، اینها میگه من حقم، کسی نمیتونه در برابر من بیسته. چرا اینو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه شما در زندگی علی میبینید کسانی که به اون معترض میشن کشته میشن. جنگ نهروان رو شما نگاه بکنید، همه یاران علی بودن، همراه او به جمل رفتن جنگیدن در بصره، بعد رفتن در صفین جنگیدن، بعد به او گفتن آقا چرا حکمیت رو قبول کردی؟ ما این همه کشته دادیم، این همه خونهای ما ریخته شد و توسط علی کشته شدن. چرا؟ چون او حقه. یعنی در اختلاف بین دوتا مسلمان هم او حقه. بقیه که از اسلام بیرونن که تکلیفشون مشخصه، هیچ. ما اگر در درون یک جامعه، شما جمهوری اسلامی نگاه کنید،
اگه هاشمی رفسنجانی جلوی سید علی خامنه‌ای بیسته، حق با کیه؟ حق با سید علی است که در هر صورت حق با ایشونه. پس طبیعی است که اکبر رو حذف کنه، اصغر رو حذف کنه، بقیه مردم و اونا که هیچی بمانن. این حق پنداری در درون خود این ایدئولوژی هم همین گونه فهم میشه. و کسی که مخالف منه باطله، باید بندازیمش کنم، بکشیمش، حذفش کن. ویژگی دیگر یک انسان ایدئولوژیک بنیادگرایی است. دیدید اینها صحبت از داعش میکنند و طالبان؟ یک بار در یکی از این برنامه های عمومی اشاره کردیم، در مورد محرم بود، گفتیم خب حسین مگه بنیادگرا نبود؟ بنیادگرا یعنی انسانی که معتقده یک جامعه رو به انحراف رفته از اصول و بنیان، حالا باید برگرده به اون بنیانهاش. خب نزد حسین بنیان چه بوده؟ خودش اشاره کرده، دین جدم. یعنی یزید از دین جدم منحرف شده، من میخوام برگردم به اون قرآن، به اون سنت ها. یزید احکام اسلام رو سبک میبینه، میخوام برگردم همونجوری سنگسار کنم، همونجوری دست ببرم، همونجوری آدم بکشم، جنگ های عقیدتی را بندازم. این گونه که داعش داره رفتار میکنه. داعش چیکار کرده؟ به بنیان ها نگاه میره، مر آیه قرآن رو اجرا میکنه، نص روایت ها و آیات رو اجرا میکنه. اینها بهش میگن بنیادگرا، یعنی یک کلمه منفی که قطعا منفی است. اما یادمون نره علی ابن ابی طالب هم بنیادگراست. در جای جای نهج البلاغه اون منع بدعت داره، یعنی چیزی نیارید که یک حکم شرعی رو باش تعطیل کنید. به عنوان مثال عرض میکنم، امروز خیلی ها حجاب رو دوست ندارن، شما برگردید و بگید که خب آقا ما حجاب رو نمیخوان، این میشه بدعت. یعنی شما امر اختیار رو در مورد حجاب میخواید قرار بدید در کنار شرع، احکام حدود رو مثلا دست سارق رو میخواییم ببردیم، شما بگید آقا این چه رفتار وحشیانه است، ما نمیخواییم دست سارق بریده بشه، بلکه مدت زندان بره، مال مسروقه رو پس بده و بعد بیاد بیرون زندگیشو بکنه. خب دستشو قطع کردی که تا آخر عمرش بدون دسته، چطور اصلا میتونه کار بکنه؟ بعد هر کسی هم این رو در خیابان ببینه میگه آقا ایشون دزد دیگه، برای همیشه ارض و آبروی او رو بردی به خاطر یه خطا. پس این حب غیر عقلانی است، ما تعطیلش بکنیم. علی ابن ابی طالب میگه نه خیر، قطع دست سارق حدود الله، مبتنی بر آیات قرآن و سنت نبی است، مگه شما عقلی رو تعطیلش بکنید؟ ما این میگه بنیادگرا. جای مالکشی هم نداره. بنیادگرایی یعنی بازگشت به اون بنیانها و اصول. علی ابن ابی طالب یه بنیادگرا بود، حسین ابن علی یه بنیادگرا بود، پرهیز هم نداشتن، همیشه در جای مختلف صحبت کردن. علی بارها به منع بدعت اشاره کرده، توجه به سنت. پس طبیعی است که در درون این اندیشه ای که او داره، شما نمیتونید ارزش های مثبتی که در دین وجود نداره رو که امروز وجود داره بیارید و جاسازی بکنید. نه، نشدنیست. و در کنارش هم خب سختگیری که خاص این آقاست. حالا شما مثلا افرادی رو دارید که در جهان اسلامی یه مقدار متساهل بودن، مثل عثمان متساهلی بود. اما حتی علی ابن ابی طالب در درون همون ایدئولوژی جز دوگمترین هاست. نه، تو خود پیامبر اسلام هم گاهی اشاره میکنه که علی در کار خدا سخت گیره. پس بنابراین میبینیم در درون خود یک ایدئولوژی ممکنه یه انسانی باشه یه مقدار حالا تلطیف بکنه فضا رو، یه مقدار با مردم را بیاد، اما میبینید علی از اون سنخ نیست.
یعنی اگر شما در فضایی میبینید شخصی آمده در مورد علی ابن ابی طالب داره سخن میگه جوری که او رو متساهل نشان میده، باید بدونیم از جمله شخصیت های تاریخ اسلام که حداقل نوعی انعطاف رو میشه به او داد علی نیست. اینا رو عرض کردم برای فهم این مسئله که ما با چه شخصیتی روبرو هستیم. پس اگر کسی نسبت به علی ابن ابی طالب یه ویژگی هایی برمیشموره که او رو از اون شخصیت ایدئولوژیک داره میکنه و تبدیلش میکنه به یک انسانی با معیارهای امروزی، داره با یک فریبکاری و دروغ و جعل نسبت به منابع تاریخی و فهم و تبیین و تفسیر وقایع یک شخصیتی تخیلی رو به ما نشان میده. خب من می‌خواستم وارد بحث بشم با توجه به اینکه خب یکی دو دقیقه مانده یک بخشی از خطبه سید رضی رو بخوانیم، حالا اگر فرصت شد، چون خیلی بحث میشه در مورد اینکه خب ایشون آدم زاهدی بوده و به هر حال نان و نمک میخورده، به دنبال تجمل نبوده که کاملا هم درسته، اما آدم ثروتمندی بود. اما به همان اندازه در کشتن افراد هم بی‌محابا بوده. سید رضی به همین مسئله اشاره میکنه. خب عرض کنم که اگر کسی آمد و زندگی زاهدانه و سطح غیر تجملی علی رو برای ما باز گفت، به این معنا نیست که او در کشتن انسانها هم رعوف بوده. نه، اتفاقا این افراد بسیار خطرناکترن. خمینی یکی از اونهاست، سابونارولا، من در همین برنامه عرض کردم، یکی از اونها بودن. کسانی که زندگی زاهدانه ای داشت، اهل تجمل نبودن، اما در ریختن خون افراد هیچ گونه محذوریتی برای خودشون قائل نیستن. چرا؟ چون به همون صورت، چون در خدمت ایدئولوژی هستن، ریختن خون افراد هم در اون ایدئولوژی توجیه شده. بنابراین نان و نمک خوردن به این معنا نیست که من دست به جنایت نمیزنم. شما باید ایدئولوژی اون شخص رو بشناسید. ربط دادن اینها به هم کار غلطی است. انسانی میتونه زاهد و بدون تجملات باشه اما بسیار خونریز باشه. خب ما وارد بحث علی نشدیم، اما این مقدمات بسیار اهمیت داره برای فهم مطالبی که در آینده عرض خواهیم کرد. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر، بدرود و پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در